واکنش‌ها به حمله موشکی سپاه پاسداران به محلی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل عراق ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در همین رابطه با مقامات اربیل و بغداد تلفنی گفتگو کرده. وزارت خارجه ایران میگوید اسرائیل از خاک عراق برای ایران ناامنی ایجاد کرده است. سوران خاطری از اربیل کردستان عراق گزارش می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حمله موشکی ایران به اربیل را نقض حاکمیت ملی عراق توصیف و آن را محکوم و بر پاسخگو کردن ایران تأکید کرد. دو طرف همچنین اعلام کردند که این حمله لزوم اتحاد میان گروه‌های عراقی و تشکیل دولت جدید در این کشور را که بتواند از تمامیت ارضی عراق محافظت کند نمایان ساخته. مسرور بارزانی از ایالات متحده درخواست حمایت بیشتری کرده. امروز مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق همراه با وزرای دفاع و کشور به اربیل آمدند و از مناطق آسیب دیده دیدار کردند. احمد صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی با شبکه روداو اعلام کرد که سفیر ایران در بغداد را احضار و نامه اعتراض عراق را به او تسلیم کردند. شورای امنیت ملی عراق هم شب گذشته یک جلسه اضطراری تشکیل داد و خواهان توضیح واضح و صریح ایران شد. اما ایران میگه که اسرائیل از داخل خاک عراق بارها برای ایران ایجاد ناامنی کرده و ایران چندین بار در رابطه با این مسئله به بغداد هشدار داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در یک کنفرانس خبری گفت به هیچ وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما که روابط عمیقی با ما داره و در سطوح مختلف تعامل با ما داره کانون ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران بشه. اما کتایب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران نیز در بیانیه اعلام کرد که حمله موشکی یک شنبه به اربیل واکنش به بمباران فضای داخل ایران توسط اسرائیل از داخل خاک عراق بوده. کتایب حزب الله جزئیات بیشتری ارائه نداده اما اعلام کرده که این بمباران در هفته‌های گذشته توسط هواپیماهای بدون سرنشین و از داخل خاک عراق صورت گرفته. تلویزیون المیادین وابسته به حزب الله لبنان هم به نقل از منابع خود گزارش داده که 23 بهمن شش پهپاد اسرائیلی از اربیل یک مقر نظامی در کرمانشاه را هدف قرار دادند. مقامات اقلیم کردستان ادعاهای ایران در خصوص وجود مرکز اسرائیلی در این منطقه را رد کردند. مسعود بارزانی و مقتدی صدر دیروز توافق کردند که یک کمیته تحقیق در مورد ادعاهای ایران تشکیل بشه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.